بینندگان عزیز، درود بر شما. سنا روحانی هستم. من هم ایمان ملکوتی هستم و امیدوارم که ساعت خوشی رو سپری کرده باشید. با شما خواهیم بود با بخش‌هایی از نامه سرگشاده جامعه جهانی بهایی خطاب به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران جناب آیت الله محمد صادق لاریجانی. در این نامه آمده است: جناب آیت الله لاریجانی، بدون شک آن مقام محترم از محاکمه و نتیجه استیناف خانومها فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت و آقایان بهروز توکلی، وحید تیزفهم، جمال الدین خانجانی، سعید رضایی و عفیف نعیمی، هفت نفری که تا قبل از بازداشت عضو هیئت یاران و مسئول تمشیت امور روحانی و اجتماعی جامعه بهایی ایران بودند، مستحضرید. زندگی این هفت نفر نمونه ای از زندگی نه فقط بهائیان بلکه زنان و مردان شریف و نجیب ایرانی از هر صنف و طبقه است. آنها فرزندان راستین این مرز و بوم هستند که کوشیدند ایام حیاتشان را صرف خدمت به سرزمین خود نمایند. پرونده این هفت نفر که از ابتدا انظار جهانیان اعم از ایرانی و غیر ایرانی را با شگفتی روزافزون به خود جلب نموده، در هر مرحله از مراحل با چنان قانون شکنی های فاحشی همراه بوده که عدالت خواهی دستگاهی را که مدعی حراست ارزش های اسلامی می باشد زیر سوال برده است. بی‌عدالتی آشکار در صدور حکم 10 سال زندان برای این شهروندان مطیع و قانونمدار ما را بران داشت تا در مقام نمایندگان 186 جامعه ملی بهایی در سازمان ملل متحد از شما تقاضا کنیم که به جبران این قصور خطیر بپردازید و عدالتی را که از آن محروم گشته اند در حق آنان مجرا دارید. این تقاضا تنها از جانب همکیشان آنها در سراسر عالم نیست، بلکه سازمان ملل متحد، دولت‌ها، نمایندگان پارلمان‌های جهان، مؤسسات و جوامع مدنی، افراد خیر و انسان دوست و متفکرین اجتماعی نیز با ما هم رأی و هم صدا هستند و آزادی فوری آن مظلومان را خواهانند. مأمورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با توسل به شیوه های ناشایسته‌ای که حتی با قوانین فعلی ایران نیز مغایر است، از قبیل بازداشت غیرقانونی، محروم نمودن بازداشت شدگان از دسترسی قانونی به وکیل و همچنین بازجویی و رفتار دور از موازین رایج مدنی به منظور مجبور کردن متهمین به اعترافات بیاساس، نهایت سعی را به عمل آوردند که جرمی برای آنان بتراشند. با وجود این، دادستان سرانجام نتوانست سند معتبری بر اثبات ادعای خود بیابد. در عوض، آنچه برملا شد، نقشه های شوم بعضی از مسئولین و انگیزه های غیر انسانی و رفتار ظالمانه بازجویان بود. آنچه بر همگان نمودار گشت، آمادگی اولیای امور برای پایمال نمودن همان موازین عدالتی است که به نیابت از طرف ملت ایران به حفظ و رعایت آن موظفند. نفس محاکمه آنچنان از اصل بیطرفی که لازمه آیین دادرسی است عاری بود که در واقع محکمه به مضحکه بدل گشت. متهمین با اطمینان کامل به بیگناهی خود و با اعتقاد محکم به برکناری از هر گونه پنهانکاری تقاضای محاکمه علنی کرده بودند. پرسش هر شخص کنجکاو این است که چرا قضات دادگاه را آزاد و علنی اعلان نمودند، ولی تقاضای ناظران علاقمند از جمله هیئت‌های دیپلماتیک پذیرفته نشد. دلیل سختگیری برای شرکت نزدیکان متهمین در جلسات دادگاه چه بود؟ چرا خبرنگاران از ورود به جلسات دادگاه منع گردیدند اما فیلمبرداران دولتی فعالانه حضور داشتند؟ دلیل حضور رعب‌آمیز مأمورین وزارت اطلاعات در جلسات دادگاه چه بود؟ بر چه اساسی اجازه داده شد که دیانت متهمین در رأی صادر از طرف قضات فرقه زاله ذکر شود؟ آیا نفس این عمل نشانه روشنی بر این نیست که دادگاه اصل بی‌طرفی را رعایت نکرده است؟ تنها نتیجه گیری ممکن این است که مسئولین امور متاسفانه تحت تأثیر تعصبات کور مذهبی و نفرت نسبت به جامعه بهایی و عقاید بهاییان عمل نمودند.
چگونه میتوان بر اساس ظلم و انکار سیستماتیک حقوق اساسی گروهی از مردم جامعه‌ای بر اساس عدالت بنا نمود. ملاحظه فرمایید که رفتار دولت ایران با شهروندان خود تا چه حد با ادعاها و اظهارات دولت مردان آن کشور در میادین بین المللی مغایر است. دادگاه استیناف طبق حکم مورخ 21 شهریور 1389 رأی مربوط به جرائم جاسوسی، همدستی با دولت اسرائیل و دادن اسناد سری به اتباع خارجی به منظور به خطر انداختن امنیت ملی را رد کرد. دادگاه بدوی نیز متهمین را از جرم خدشه‌دار کردن نام جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی و از مفسد فلرز بودن تبرئه کرده بود. بدین ترتیب آنچه از محتویات پرونده باقی مانده بود، فعالیت‌های این 7 نفر در زمینه تمشیت امور روحانی و اجتماعی جامعه بهائی ایران بود. ولی قضات محترم که خالی بودن پرونده از هر نوع اتهام واقعی علیه مصالح ایران و ایرانیان را به چشم یقین مشاهده کرده بودند، تحت فشار مسئولین مجبور به صدور حکمی شدید برای این بیگناهان بودند. بنابراین با زمینه سازی در واقع معتقدات مذهبی و خدمات این نفوس به جامعه بهائی را خدمات بی‌شائبه‌ای که موجب امتنان هموطنان بهائیانان بود واژگون جلوه‌گر ساخته و غیرقانونی قلمداد کرده. آنها را صرفاً به علت بهائی بودن به 10 سال زندان محکوم نمودند و اعتراض شدید نه تنها متهمین و اعضای خانواده‌های آنها و جامعه جهانی بهائی، بلکه دیگر طرفداران عدالت در ایران و سراسر جهان را موجب شدند. متهم نمودن نمایندگان جامعه بهائی به انجام اقدامات غیر قانونی در حالی که مساییشان در راه اداره امور جامعه در طی 20 سال گذشته با اطلاع کامل مسئولین دولت جمهوری اسلامی انجام می گرفته، امری کاملا بی اساس، دور از انصاف و غیر قابل توجیه است. جامعه جهانی بهائی در نامه سرگشاده مورخ 14 اسفند ماه 1387 خود به دادستان کل جمهوری اسلامی بطلان این اتهام را به تفصیل بیان داشته است و اکنون توجه حضرت عالی را به آن نامه جلب می نماییم. مطالعه بی‌غرضانه و بی‌طرفانه آن روشن می سازد که هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که بر اساس آن جمهوری اسلامی بتواند بهائیان ایران از جمله این 7 نفر را خطری برای نظم عمومی و منافع جمعی آن سرزمین بداند. این 7 نفر